درود بر شما، ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: جراحی بکنی گیر بدن گیر پیدا میکنی. مثلا بلخه ها چرا این مریض داد میزنه؟ خود داد میزنه، عملش کردم، چیکارش کنم؟ زمینه سازی حکومت برای افزایش قیمت ها به اسم جراحی اقتصادی. پزشکیان حل مشکل برق را هم دشوار خوانده و گفت دولت او وارث مشکلات موجود است. افزایش فشارها بر دولت نتانیاهو. بریتانیا 30 مجوز صادرات سلاح به اسرائیل را تعلیق کرد. نتانیاهو این تصمیم لندن را شرم‌آور خواند. بیانیه 75 خانواده دادخواه علیه سرکوب و تهدید. خانواده‌های دادخواه خواستار آزادی زندانیان و پیگیری پرونده جان باختگان هستند. در ادامه همین بخش خبری، اهدای جایزه راه تصویر به مرجان ساتراپی در جشنواره فیلم ونیز. کارگردان و فعال حقوق بشر ایرانی جایزه سندیکای مستقل کارگردانان ایتالیایی را دریافت می‌کند. مسعود پزشکیان گفته درباره مشکلات اقتصادی فعلی در کشور بی تقصیر است و وارث این اوضاع شده. پزشکیان بر لزوم مداخله در اقتصاد کشور تاکید و از این اقدام به عنوان جراحی اقتصادی یاد کرد. او گفته از آنجا که نمی شود کسی را بدون رضایت به اتاق عمل برد، رضایت مردم اصل است. نتیجه رضایت مردم اصله و باید با مردم صحبت کرد و مطمئنن اگه مردم بدونن مصلحتشون اونه، اجازه میدن که اون وقت جراح درستی هم خودشون هم میدن به دست جراح درست، نمیدن جراحی که از راه رسیده بدن عملش کنن. حالا باید ما اون کار رو بکنیم، جراح رو پیدا کنیم، مردم رو آگاه بکنیم که چه مداخلاتی باید انجام بگیره و طبیعتاً باید در خیلی از قسمت‌هایی که هست یه جراحی‌های انجام بدیم تا بتونیم کشور رو از این وضعیتی که توش قرار گرفتیم بیاریم بیرون. هم از شما کمک می‌خوایم که کمکمون بکنید، هم از مجلس محترم که تا حالا کمک کردن، همراه بودن. حتماً چون با همدلی و همراهی می‌تونیم این کارا رو بکنیم، دعوا بکنیم. ما بخوایم جراحی بکنیم، جراحی بکنی گیر بدن گیر پیدا میکنی. مثلا بلخه ها چرا این مریض داد میزنه؟ خود داد میزنه، عملش کردم، چیکارش کنم؟ چرا مثلا تو آی سی چرا نمیذاری بری برم مریض رو ملاقات کنم؟ خود نمیشه ملاقاتش کرد بری. یعنی اگر ما بخوایم جراحی بکنیم، بالاخره باید همه اون سیاستمداران و مدیران و مسئولین دست به دست هم بدیم و بگیم باید این کارو بکنیم. نگیم فردایی که آها چرا فلان جا مثلا اینجوری شد. خب اگه این کارو بکنیم یه جاهایی یه مشکلاتی پیش خواهد اومد، هم مردم عزیز ما، هم سیاستمداران، قانونگذاران، مجریان، قاضیان، ناظران، همه با هم دست به دست هم بدیم، ولی بدانیم که کجا میریم. انشالله این کارو با کمک شما، با کمک مجلس، با قوای قضاییه پیش خواهیم برد. آرش احسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ همراه ما هستند. این پزشکان میگه دولت و وارث مشکلات اقتصادیه و درباره جراحی اقتصادی صحبت کرده. چه حوزه‌هایی در اقتصاد ایران نیازمند این جراحی اقتصادی به اصطلاح یا همون اصلاحات ساختاری هستند به نظر شما؟ خب همونطور که از ترکیب واژگانی هم برمیاد، یعنی اصلاحات ساختاری یا اصلاحات جامعه، این اصلاحات در یک حوزه نمیتونه اتفاق بیفته و در واقع فقط صرفاً پرداختن به یک رفع یک ناترازی، حالا ناترازی سوخت، ناترازی بنزین یا ناترازی برق و دیگر ناترازی ها، پرداختن به هر کدام از این تک مسائل و تک مشکلات رافع مسائل ایران نیست. کما اینکه این جراحی یا این اصلاحات به تعبیر سیاستمداران در سالهای گذشته بارها و بارها رقم خورده. و نکته عجیب و غریب این هست که تمامی دولت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی اونها آغاز این اصلاحات رو با ناترازی یکی از بازارها آغاز می‌کنند و در واقع اصلاح قیمت‌های نسبی یکی از بازارها و یکی از این ناترازی‌ها رو در دستور کار قرار میدن که به تعبیر برخی از اقتصاددانان شوک درمانی از اون یاد میشه، در حالی که خب حاکمیت یا قدرت سیاسی حکمرانی وظایف دیگری هم بر عهده داره، مثل فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی بدون رانت، فعالیت اقتصادی بدون تبعیض، فعالیت اقتصادی
هرچه بیشتر رقابتی تر و فراهم آوردن زمینه در واقع فعالیت آسانتر فعالان اقتصادی یا رفع موانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی، به تعبیر خود آقای پزشکیان که ظاهراً به دلیل جراح بودن از واژگان پزشکی در حوزه اقتصاد استفاده می‌کنند، خب ایشون هیچ بیماری رو با تب بالا یا با عفونت بالا به اتاق عمل نمیبرند. پیش از اینکه بیمار رو جراحی بکنند، تلاش می‌کنند عواملی که منجر به تب شده، عواملی رو که این عفونت رو ایجاد کرده، اونها رو کنترل بکنند، کاهش بدن و بعد بیمار رو به اتاق جراحی ببرند. یا بیمار رو در وسط بیابان جراحی نمی کنند، شرایط محیطی رو فراهم می کنند، یک محیط استریل، یک محیط همراه با امکانات رو فراهم می کنند و بعد بیمار رو جراحی می کنند. با این حساب به نظر می رسه که این در واقع مقدمه چینی برای افزایش قیمت یک نهاده، افزایش قیمت یک خدمتی که به مردم ارائه می شه، نمی تونه اصلاحات جامع یا اصلاحات ساختاری و بنیادین اقتصادی لقب بگیره. پس بنابر صحبت‌های شما، این اصلاحات نیازمند پیش نیازهایی هستند. اگر این پیش نیازها و این اصلاحات بخواد انجام بشه و منجر به افزایش قیمت‌ها بشه، جامعه چقدر توان تحمل اون رو داره؟ خب دو پیش نیاز اصلی و اساسی داره هر تغییر سیاستی که قرار هست که دولت در دستور کارش قرار بده. اول فراهم آوردن شرایط بین المللی و شرایط پیرامونی است، یعنی اقتصاد ایران نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره، نیاز به روابط بین المللی داره، نیاز به بازار برای صادرات داره، نیاز به بازار برای تأمین مواد اولیه مناسب چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ قیمتی داره. و بدون حل و فصل مسائل حوزه سیاست خارج و روابط بین الملل، اصلاحات جامعه اقتصادی اگر نگیم ناممکنه، بسیار دشوار و بسیار هزینه‌زا خواهد بود. پیش نیاز دیگه که خب در صحبت‌های آقای پزشکیان هم بهش کم و بیش اشاره میشه، اجماعی است که در میان مردم باید وجود داشته باشه، در واقع کم کردن فاصله و شکاف بین دولت و ملت که شکاف بسیار عظیمی است و نیازمند بهبود هست. دولت در پایین‌ترین سطح از سرمایه اجتماعی به سر میبره و به نظر میرسه که پروژه آقای پزشکیان و دولتش تحت عنوان وفاق ملی در حوزه وفاق با سایر ارکان حاکمیت تا حدودی موفق بوده، بیش از رأی اعتمادی که مجلس به تمام وزرا داد یا اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی که رهبر جمهوری اسلامی به دولت پزشکیان داد، این رو فهمید که اجماع در داخل حاکمیت رو به تا حد خوبی تونسته دولت پزشکیان پیش ببره. اما هنوز بر سر اجماع ملی یا تفاهم ملی ما اقدامی رو ندیدیم، یعنی گفتگویی با مردم، با به ویژه اون بخشی از مردم که حتی در انتخابات شرکت نکردند، یک نیمی از جامعه ایران هستند، در این حوزه برنامه خاصی رو ندیدیم. کما اینکه میشد پروژه‌ای رو هم اینجا تعریف کرد، رفع فیلترینگ یا آسانگیری حق انتخاب پوشش، حق انتخاب سبک زندگی، اینها مواردی است که می توانست به عنوان یک پیش نیاز برای دیگر اصلاحات در حوزه اقتصاد منجر به افزایش اعتماد عمومی به دولت 14 بشه، که خب هیچ کدوم از این دو پیش نیاز اساسی برای اصلاحات جامعه اقتصادی نه اقدامی دربارش صورت گرفته و نه اینکه نشانه هایی از اینکه دولت عزم جدی داره برای اینکه چنین پیش نیازهایی در دستور کار قرار بده در دست نیست. متشکرم. آقای حسنی ها، روزنامه‌نگار اقتصادی که از پراگ هم راه ما بودید. آپوزیسیون در بخش از صحبت‌های اخیر خود از ارائه پیشنهادی به دولت قبلی برای تأسیس حکومت اسلامی بر اساس عمل به نامه حضرت علی به مالک گفته. یه سری از این روحانی ها که به اصطلاح کشیدن، یکی گفتن شما نظرت نسبت به حکومت پارلمانی چیه؟ گفتم چرا حکومت اسلامی درسته میکنید؟ حکومت پارلمانی که اصلا ساختارش یه چیز دیگه است. بیایید حکومت اسلامی درست کنید اگه راست میگید. یه عده مثلا تعجب کردن، یعنی چی؟ گفتم شما اگه راست میگید نامه امام به مالکشتر رو بذارید جلوتون، طبق اون عمل کنید. استانداری که امام انتخاب میکنه اختیار داره، قاضی القضات تعیین میکنه، فرمانده لشکر تعیین میکنه، آدم استخدام میکنه، درآمد کسب میکنه، درآمد میذاره و به دولت مرکزی به اصطلاح پول میده.
اختیار داره. قدیم هم اینجوری بود، دولت ها و اون استانداری ها پول میدادن به بالا، حالا همه پول میخوان. بیشتر به صحبت های مسعود پزشکیان میپردازیم همراه با همکارم محمد رهبر که در استودیو همراه ماست. شما چطور ارزیابی میکنید کل صحبت های پزشکیان در مشهد رو؟ از یک طرف درباره جراحی اقتصادی و رضایت مردم به عنوان یک اصل گفته، از طرفی گفته به این جراحی اقتصادی کسی اعتراض نباید بکنه. بله، ببینید آقای پزشکیان خیلی در حقیقت موجز حرف میزنه، بعضا عقبه حرفاش میمانه و جور دیگه ای معنی میده و ما باید بچرخیم ببینیم که حرف اساسیش چی هست. در مورد اینکه کسی حرف نزنه، احتمالاً بسیار احتمال بسیار زیاد مخاطبش تندروهای درون حکومت هم. چون ما همواره وقتی که دولت اصلاح طلب یا معتدل مثل روحانی بر سر کار می اومد، دیگر تندروهایی که در حاکمیت بودن و بیشتر در نهادهای حاکمیتی هم بودن، نه در نهادهای پارلمانی یا جای دیگه، می اومدن سنگ اندازی شدید انجام میدادن، کلا مثل همین برجام که به هیچ جایی نرسید این اتفاق می افتاد. الان داره به اونها صحبت میکنه، به نوعی به تندروهای داخل حاکمیت. از طرف دیگه جراحی اقتصادی با این وضعیتی که داریم کاملا هم حرف درستیه. برابر گفته همه اقتصاددان ها این ماجرای بنزین، ماجرای برق، ناترازی هایی که وجود داره، اینها نیازمند یک اصلاحات ساختاری اقتصادی هست. اما قبل از اون شما باید سرمایه اجتماعی رو به دست بیاری، یعنی دولتی که سرمایه اجتماعی به اون حد مقبولی نداره، بیشتر مردم نیامدن رأی بدن، اونهایی که اومدن از ترس دیگری به او رأی دادن، باید خودش رو اثبات بکنه، باید بیاد و آزادی اجتماعی بده، آزادی سیاسی بده، باید بیاد تحریم ها رو رفع بکنه، با دولت بیاد، دولتش بیاد و با دنیا اعلام صلح بکنه. این کارها را یا میتواند بکند؟ این کارها یا در حاکمیت چنین وفاقی شکل گرفته که چنین کارهایی رو به نفع مردم انجام بدن؟ چنین کارهایی را اگر انجام داد، اون موقع میتونه دست به اصلاحات اقتصادی ساختاری بزنه. منظور همون فراهم کردن پیش نیازهای این اصلاحات. اما در یه جایی از صحبتاش پزشکیان گفته استانها نباید وابسته به مرکز باشن. چقدر این بخش از صحبتاش مهمه؟ اون بخشی که در مورد همون گفتم خدمتتون که حرفا رو یه جوری میزنه که سر و تش به هر حال معلوم نیست اونطوری که باید باشه. مثلا وقتی میگه یه دفعه من گفتن که حکومت پارلمانی، من گفتم حکومت اسلامی، منظورش این هستش اونایی که گفتودن پارلمانی، گفتودن رئیس جمهور رو حذف بکنیم، یه ضرب بشه نخست وزیر، نخست وزیر هم رهبری تعیین بکنه، منظورشون این بوده. ایشون اومده گفته که چرا حکومت اسلامی برپا نمی‌کنیم، یعنی همین الان حکومت اسلامی نیست و حالا چرا برپا نمی‌کنی، چه جور حکومت اسلامی؟ اشاره کرده به نامه حضرت امیر به مالک که اونجا اصلا اون قصه ای که اون داره میگه در جمهوری اسلامی اجرا نشده، یعنی اون فرمان هایی که به مالک داره میده و اینکه مردم برابر هستن با تو، یا برادرند یا برابرند، اگر هم دین با تو دین اسلام ندارن برابر با تو هستن، یا اختیاراتی که داره درست هم میگه، یعنی ما قبلا استان هامون شهر هامون ویژگی های خاص خودشون رو داشتن، خودشون درآمد داشتن، خودشون در حقیقت توسعه، خودشون به خودشون کمک می‌کردن که توسعه یافته بشن. همین کرمان یکی از ایالت‌های بسیار ثروتمند ایران بوده تو دوران قاجار، سرش دعوا بوده که یه نفر بفرستن اونجا والی بشه و وقتی والی می‌شده، حالا بگذاریم که ظلم می‌کرده، ولی مالیات می‌فرستاده برای دولت مرکزی که نفتی هم در کار نداشته و کل امورات مملکت رو همین استان‌ها و شهرها می‌گردوندن. ما متأسفانه شهرهامون از دست رفته و همه وابسته به نفت و مرکز شدن. این حقیقتیه که باید ما یک بار دیگه برگردیم به شهرهای خودمون و اونها رو توسعه بدیم و توسعه همه جانبه مثلا مشهد و کرمان و تبریز و اینها باعث میشه کل ایران بیاد بالا و قبلا همینطور بوده. متشکرم از حضور شما و توضیحات شما اینجا در استودیو. محمد رهبر. بپردازیم بشن خبر کوتاه از ایران. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر استرالیا در تهران را به دلیل انتشار تصویر و پستی در اینستاگرام احضار کرد. روز گذشته در استرالیا روز بنفش بپوش در حمایت از همجنسگرایان نام داشته و سفارت استرالیا در تهران هم با انتشار پستی در اینستاگرام این روز را جشن گرفت.
بنابر اعلام جانشین فرمانده پلیس راه ایران، روزی 45 تا 50 نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. به گفته سیاوش محبی، تنها در سال گذشته بیش از 20 هزار نفر در اثر سانحه رانندگی جان باختند. جانشین فرمانده پلیس راه ایران با اشاره به نقش عامل انسانی در وقوع تصادف‌های منجر به مرگ تاکید کرد برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند، زیرساخت جاده‌ها نیز مناسب نیست. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت دو نفر از اعضای خانواده های دادخواه در مهاباد خبر داد. ماموران امنیتی رامیار ابوبکری، برادر زانیار ابوبکری و سیاوش سلطانی، پسر کبرا شیخ سقا، از جانباختگان خیزش مهسا را با خشونت بازداشت کردند. زانیار ابوبکری و کبرا شیخ سقا آبان 1401 در جریان خیزش زن زندگی آزادی کشته شدند. فرماندار رفسنجان از کاهش 40,000 تن تولید پسته در این منطقه در سال جاری خبر داد. به گفته حسین رضایی، دلیل این کاهش گرمازدگی محصول پسته در پی قطع مداوم برق است و جبران کسر برق شاید 4 تا 5 سال طول بکشد. اما وزیر خارجه بریتانیا از تصمیم دولت این کشور برای تعلیق 30 مجوز صادرات سلاح به اسرائیل خبر داده. دیوید لامی با اعلام این موضوع در مقاله چاپ واشنگتن پست توضیح داد. این موارد شامل تعلیق صدور قطعات هواپیماهای جنگی، بالگرد و پهپادهای تهاجمی است. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، این تصمیم شامل تسلیحاتی می شود که کاربرد آنها باعث نقض جدی قوانین بین المللی است. او درباره روش های اسرائیل در جنگ، گزارش های مرتبط به کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی و تخریب زیرساخت های غیر نظامی در غزه هم به شدت ابراز نگرانی کرد. در واکنش، نخست وزیر اسرائیل تصمیم بریتانیا برای تعلیق فروش برخی تسلیحات به اسرائیل را شرم‌آور خواند و تاکید کرد این تحریم بر عزم دولت او تأثیری نخواهد داشت و تصمیم لندن فقط منجر به جسورتر شدن حماس می شود. به گفته نتانیاهو، اسرائیل با تسلیحات بریتانیا یا بدون آنها پیروز جنگ خواهد بود. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، هم از تحریم تسلیحاتی بریتانیا علیه اسرائیل ابراز تأسف کرده. گالانت، تحریم دولت بریتانیا مبنی بر تعلیق مجوز صادرات تأسیسات دفاعی به اسرائیل را عمیقا ناامید کننده دانست. به گفته یوآف گالانت، این اقدام در زمانی انجام می شود که اسرائیل در جبهه های مختلف درگیر جنگ است. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده سرلشکر تامیر یدایی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، به دلایل شخصی از سمت خود کناره گیری کرد. یدایی 3 سال رئیس نیروی زمینی ارتش اسرائیل بوده و جانشین او طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه ما شده. بابک، بپردازیم به صحبت‌های دیروز نتانیاهو درباره محور فیلادلفی که با واکنش‌های زیادی همراه بوده و چه تأثیری داره روی روند مذاکرات که اتفاقا همین گذرگاه فیلادلفی خیلی درش تعیین کننده است. بدون شک پس از تظاهرات بسیار بزرگی که در 2 روز گذشته بر علیه نتانیاهو و دولت او و تصمیم در رابطه با مذاکرات انجام شد، پس از آنکه 6 گروگان اسرائیلی را حماس قبل از اینکه سربازان اسرائیلی به اونها برسند به قتل رسوند و پس از اینکه هم اپوزیسیون اسرائیل و همچنین وزیر دفاع اسرائیل در داخل دولت اسرائیل با نتانیاهو در رابطه با توافق مخالفت کردند و ابراز ناامیدی کردند از تصمیماتی که آقای نتانیاهو در این رابطه میگیره، نتانیاهو جلوی تلویزیون اومد و در یک مصاحبه مطبوعاتی پس از ماها شرکت کرد. او در رابطه با مذاکرات گفت ما در مقابل یک محور شرارت ایستاده ایم که جمهوری اسلامی اون را رهبری میکنه و در مقابل اون ما باید که با هم متحد باشیم و از هم گسستگی ما در حقیقت آنچه هستش که حماس میخواهد. او با نام 6 گروگان را برد و گفت که من از خانواده اونها عذرخواهی میکنم که نتوانستیم ما اونها را نجات بدیم. او حماس را تهدید کرد که نرخ این کشتار را به صورتی بسیار سخت و دردناک خواهد پرداخت.
اما او به فیلادلفی هم پرداخت. فیلادلفی به گفته نتانیاهو در حالی که یک نقشه را نشون میداد و مرز بین مصر و نوار غزه که همان محور فیلادلفی هست، گفت که این در حقیقت لوله تنفسی حماس هستش و محور شرارت، محور فیلادلفی را لازم داره و ما این اجازه را نخواهیم داد که بار دیگر این مرز و این کوریدور محلی برای ورود موشک و ابزارهای جنگی به داخل نوار غزه بشن. او گفت فیلادلفی آینده ملت اسرائیل را تعیین میکنه و همچنین گفت که حماس میتونه گروگانها را از فیلادلفی به یمن و حتی به ایران ببره. او بار دیگر حماس را تهدید کرد که این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت. و بابک، تحریم تسلیحاتی بریتانیا هم در اسرائیل واکنش برانگیز بوده. ما کوتاه بهش پرداختیم، بیشتر از شما بشنویم. همانطوری که گفتی، خشم دولت مردان اسرائیلی بسیار پس از این عمل انگلستان برانگیخته شد و تقریبا از هر سوی دولت اسرائیل ما واکنش های خشمگینانه را در این مورد شنیدیم. اما از همه مهمتر اونها مسئله خود آقای نتانیاهو بود که گفت که تعلیق بخشی از فروش تسلیحات به اسرائیل تصمیمی شرم‌آور هستش و تاکید کرد که این تصمیم تغییری در عزم اسرائیل برای شکست دادن حماس که در هفته اکتبر 1200 نفر را به طرز وحشیانه به قتل رساند نخواهد رساند. او گفت از جمله این شهروندانی که در اسرائیل کشته شدند، 14 نفر از اونها شهروندان انگلستان بودند. به گفته نتانیاهو، حماس هنوز بیش از 100 گروگان را در اختیار داره که از بین اونها 5 نفر شهروندان بریتانیایی هستند که به عنوان یک دموکراسی ما از خودمون در برابر بربریت دفاع میکنیم و این تصمیم نادرست انگلستان تنها حماس را تشویق میکنه. او گفت که اسرائیل در حال جنگی عادلانه و ابزارهای اخلاقی هستش و با انجام اقدامات بی سابقه برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان تلاش میکنه. متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی، تل آویو. اما در عراق مخالفت جریان‌های شیعی بر سر احتمال ارسال نفت به اسرائیل تشدید شده. به تازگی شکایت گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی از پروژه خط لوله نفت عقب بصره از سوی دادگاه فدرال عراق رد شده. حالا تصمیم این کشور برای اتمام پروژه با مخالفت بخشی از جریان‌های شیعی در این کشور روبروست. تروسک صادقی روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما هستش. تروسک، اول به ما درباره دلایل مخالفت گروه‌های شیعه عراقی با احداث این پروژه، یعنی با تکمیل این پروژه خط لوله نفت بصره به ما بگو. خب در واقع این پروژه میتونیم بگیم که یکی از طرحهایی هستش که بیشتر کمک میکنه به اینکه اروپا به یک نوع دیگه به منطقه، به خاورمیانه وصل بشه. اما از جایی که ما میدونیم در چند دهه گذشته اختلافات بین اردن و ایران از لحاظ مختلف بیشتر شده، به ضرر جمهوری اسلامی ایران هستش در این مقطع که این نفت، یعنی در همسایگی اون نفت از طریق یک خط لوله پروژه بسیار وسیع، نفت عراق به اردن برسه. خود این پروژه، ایده این پروژه برای سال 1980، زمانی که جنگ ایران و عراق بوده و عراق با مشکل مواجه شده که چطور نفت خودش رو ارسال بکنه. اما در حال حاضر دلیل این که این گروه ها، همونطور بهش اشاره کردید، مشخصا حزب الله عراق در این مقطع و در سه دولت قبلی، یعنی در دولت حیدر العبادی، مصطفی کاظمی و حالا السودانی، گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی مشخصا دارن مخالفت میکنن، این هستش که اونها تاکید میکنن روی یک نکته، مخالفتی که با اسرائیل دارن و اونها میگن که هیچ تضمینی وجود نداره این نفتی که به اردن فرستاده میشه و اونجا کشورهای بسیار زیادی، شرکت‌های بسیار زیادی اونجا هستن و خود اردن در همسایگی اسرائیل هستش با توجه به روابطی که در بین این دو کشور هم وجود داره، این نفت به اسرائیل فروخته نشه. در نتیجه این تبدیل به یک بهانه‌ای شده که پی در پی در طول سه دولت گذشته مجدداً همین گروه‌ها به اشکال مختلف از طریق قدرتی که در داخل پارلمان دارن، نماینده‌هایی که جذب می‌کنن، برای مثال فراکسیون حزب الله عراق در داخل پارلمان عراق تأکید کردن که همچنان ادامه میدن به شکایت خودشون در دادگاه فدرال و این تبدیل شده به یک ممانعت بزرگ برای اجرای این پروژه، به طور تکمیل شدن این پروژه در هر صورت.
درست که شما گفتی که اجرای این پروژه به نفع جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران نیست، چه سودی داره برای صادرات نفت عراق و اقتصاد این کشور؟ ببین، یک مسئله اینجا وجود داره، باید به دیدگاه‌های مختلف در داخل عراق هم نگاه کرد اگر بخوایم بررسی بکنیم این مسئله رو. خود عراق در حال حاضر مشکلی در رابطه با صادر کردن نفت نداره. اون نفت خودش رو الان درسته به آمریکا کاهش داده ارسالش رو، منتها خریداران خودش رو همچنان حفظ کرده، از یک طرف هندوستان، از طرف دیگه چین، ولی خب میتونه کمک بسیار مهمی باشه برای اینکه عراق به اروپا متصل بشه و بتونه نفت خودش رو به اون منطقه هم بفرسته، با توجه به اینکه اروپا نیازمند نفت و انرژی هم هستش. بودجه‌ای که براش در نظر گرفته شده بسیار زیاد هستش. حالا کارشناسانی هستند که این رو دارن به چالش میکشن. اونها بر این باورند که خود این طرح مشکل داره و این طرح در راستای اهداف آمریکا هستش برای حفظ اردن، برای حفظ این رابطه‌ای که در بین اسرائیل و اردن وجود داره. کمک میکنه به اینکه، به گفته این کارشناسان یا نظرات دیدگاه‌های مختلفی که وجود داره، کمک میکنه به اینکه در آینده بسترسازی بکنه برای اینکه ارتباط یا روابط اسرائیل با عراق عادی بشه. در نتیجه از این لحاظ برای عراق بیشتر دارن روش تمرکز میکنن. همین باعث شده که برخی از کارشناسان بیان به چالش بکشن، بگن خب کشورهای دیگری هم در منطقه وجود داره، چرا این خط لوله رو باید از بصره به انبار، از اونجا به اردن و بعد به دریای سرخ به اروپا برسونن. همین باعث شده که ایده های دیگری هم مطرح بشه. در نتیجه مسئله اصلی این کمک کرده به اینکه گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی باز هم اسرائیل رو، پای اسرائیل رو به وسط بکشن و بگن که آمریکا داره از این طرح حمایت میکنه که بتونه اسرائیل رو در منطقه حفظ بکنه و از دید اونها این به ضرر اون گروه ها و جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. متشکرم از توضیحات شما. تروسکی صادقی، روزنامه نگار، پاریس. و ممنون از شما که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین امروز. جراحی بکنی گیر بدن گیر پیدا میکنی. مثلا بلخواه ها چرا این مریض داد میزنه؟ خود داد میزنه، عملش کردم، چیکارش کنم؟ زمین سازی حکومت برای افزایش قیمت ها به اسم جراحی اقتصادی. پزشکیان حل مشکل برق را هم دشوار خوانده و گفت دولت او وارث مشکلات موجود است. افزایش فشارها بر دولت نتانیاهو. بریتانیا 30 مجوز صادرات سلاح به اسرائیل را تعلیق کرد. نتانیاهو این تصمیم لندن را شرم‌آور خواند. اما در آستانه دومین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی، 75 تن از خانواده‌های دادخواه و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع تهدیدها و به جریان افتادن رسیدگی به پرونده جانباختگان شدند. آنها تاکید کردند اعمال فشار و تهدید علیه دادخواهان را نمیپذیرند. بر اساس متن این بیانیه، جمهوری اسلامی به شیوه های گوناگون خانواده های دادخواه را تحت فشار قرار داده، تا جایی که تعدادی از این افراد همچنان زندانی هستند. امضا کنندگان از مجامع بین المللی و حقوق بشری خواستند آنها را در پیگیری حق خود یاری کنند. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان از لندن با ما هستن. اول به ما بگید که جمهوری اسلامی با چه هدفی برای اعضای خانواده های دادخواه پرونده سازی میکنه و اونها رو به حبس های طولانی مدت میفرسته؟ برای مثال خانم ناهید شیرپیشه که میدونی مدت هاست در زندان با شرایطش سخت نگهداری میشه، یا ماشاءالله کرمی که همین اواخر براش انواع اتهام ها تعریف شد و به حبس طولانی مدت متهم شد، محکوم شد. بله، طبعا در تمام این چند دهه جمهوری اسلامی همیشه خانواده ها رو به اشکال مختلف تحت فشار قرار داده و این یک واقعیت رو میگه، و اینکه این خانواده ها در جامعه تاثیر دارن، بر جامعه تاثیر دارن. جمهوری اسلامی میدونه که دادخواهی مخصوصا پس از قتل ژینا مهسا امینی واقعا به مسئله جامعه تبدیل شده. میدونه که این خونواده ها کسانی هستن که حاضر نیستن ساکت بمونن. وقتی که رژیم اسلامی شکنجه میکنه، زندان میکنه، اعدام میکنه و میکشه، به نظر خودش میخواد ترس و وحشت به وجود بیاره. الان کسانی رو که، خونواده هایی رو که عزیزانشون به دست رژیم به قتل رسیدن، این خونواده ها حاضر نیستن سکوت کنن، و این معنی شجاعت در جامعه رو نشون میده، معنی اعتراض در جامعه رو نشون میده. و رژیم اسلامی این رو میدونه به همین دلیل. و بخش دیگر این هستش، در واقع همونطور که شما اشاره کردید، در
مناسبت‌های مختلف پارسال در سالگرد و امسال همینطور در سالگرد شروع انقلاب زن زندگی آزادی مجدداً این فشارها رو به خانواده‌ها اضافه کرده و من باید اینجا بگم که این فشارها تنها فقط زندان و احکام نیستند بلکه از طرق مختلف مسدود کردن حساب‌های بانکیشون، توقیف اموالشون، تهدید این خانواده‌ها که نباید در رابطه با وضعیت صحبت بکنن و فشارهای بسیار زیادی بر اعضای خانواده جانباخته یا زندانی میاره که اینها سکوت کنن، چرا که میدونه این خانواده‌ها در واقع امرشون امری هستش که امر جامعه است و از طرفی میدونه که خانواده‌ها فراخوان میدن به جامعه. ما شاهد این بودیم که وقتی که مادر ستار بهشتی همونطور که گفت بعد از 7 سال، یک مادر دادخواهی هستش که بعد از 70 سال گفت که من حجابم رو ور می‌دارم در حمایت از زن زندگی آزادی، و جمهوری اسلامی از این اتحاد، از این دادخواهی گسترده به وحشت میاد و این خانواده ها رو تحت فشار میذاره. و یکی از خواسته های عمده خانواده های دادخواه پیگیری قتل، پرونده قتل فرزندان اونهاست. اصلا آیا امکان ثبت شکایت در قوه قضاییه جمهوری اسلامی وجود داره در این بابت، و اگر هست چطور بهش رسیدگی میشه؟ واقعا این یک سوال مهمه. آیا میشه از یک جنایتکار به همون جنایتکار شکایت کرد؟ همچین چیزی امکان پذیر نیست، باید مرجع دیگه‌ای باشه. این خانواده ها به انهای مختلف دارن به یه معنی شکایت میکنن، تعدادی ثبت کردن این شکایت ها رو و به هیچ جایی نرسیده، و حتی تعدادی از خانواده ها هستن، کسانی مثل خانواده خوشگوار برای مثال، قبل از اینکه حتی شکایت کنن بهشون گفتن باید سکوت کنن. این خانواده ها حتی حق ندارن خبر رسانی کنن و دستگیر میشن. برای مثال ناهید شیرپیشه و همینطور مادر پژمان قلی‌پور یه بخش از شکایت و دادخواهی و اعلام جرم رو در دادگاه مردمی آبان صورت دادن که به خاطر همون دستگیر شدن. این شکایت ها هیچ گونه تأثیری نداره، برای اینکه کسی که میخواد اینها رو به یه معنی مورد رسیدگی قرار بده خود جنایتکار هستش، و به همین دلیل مرتبا این خانواده ها رو تحت فشار میذارن که به هیچ عنوان صحبت نکنن. من یه نکته‌ای که اینجا میخوام بگم جهت اطلاع خانواده ها، چون ببینیم تو همین بیانیه خیلی مهم که اشاره کردین به درستی سازمان‌های جهانی رو مورد خطاب قرار داده، چون در داخل ایران در واقع شکایت به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای نداشته تا الان. ولیکن یک مسئله هست، کمیته حقیقت‌یاب مخصوصا اخیراً خیلی براش مهم هستش که ببینه چه خانواده‌هایی شکایت کردن از جمهوری اسلامی و در واقع چه جواب‌هایی که گرفتن. من می‌خوام اینجا بخوام از این خانواده‌ها که واقعاً شکایت‌هاشون و مدارکشون و حتی چیزایی که به صورت صوتی، لفظی، تلفنی تهدید شدن، اینها رو برای کمیته حقیقت یا و یا ما بفرستن که بتونیم این رو در سطح بین‌المللی این دادخواهی رو به پیش ببریم. سپاس بسیار از توضیحات شما. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان، لندن. و ما همزمان با حضور ولادیمیر پوتین در مغولستان، درخواست ها برای اجرای حکم بازداشت او که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده ادامه دارد. ساعتی پیش پوتین در یک نشست خبری با حضور همتای مغولستانی خود شرکت داشت. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین بازداشت نشدن پوتین در مغولستان را ضربه سنگین به دیوان کیفری بین‌المللی دانسته. امین‌الله حبیبی، کارشناس روابط بین‌الملل همراه ما هست اینجا در استودیوی. سوالی که مطرح میشه اینه که با وجود چنین درخواستی از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری، چرا پوتین این سفر رو به مغولستان انجام داده؟ برای اینکه پوتین این اطمینان رو داره که در مغولستان مشکلی برایش پیش نخواهد آمد. آقای سخنگوی آقای پوتین هم گفت که مشکلی نیست. به هر حال مغولستان یک کشوری است که تقریبا در حوزه نفوذ روسیه تلقی میشد و هنوز هم روسا این گونه نگاه میکنن. کشوری است که محدود به خشکی است، حدوداً حالا بگیم 90-95% سوخت مغولستان رو روسیه تهیه میکنه، 20% گاز مغولستان رو. به همین شکل خیلی مغولستان وابسته است به روسیه از این لحاظ، و در این حال برحال وقتی قدرت داشته باشی خیلی از کشورها این رو لحاظ میکنن. شما در گذشته هم میبینیم آفریقای جنوبی مثلا وقتی عمرالبشیر رو دعوت کرد، عمرالبشیر هم تحت پایگرد بود، اومد در آفریقای جنوبی برگشت و
بعضی کشورها این رو رعایت نمی‌کنن، بس قدرته. بنابراین آقای پوتین در جایی رفته که حس می‌کنه که در اونجا مشکلی براش پیش نمیاد. حالا اگر بخوایم که یک ارزیابی کلی داشته باشیم به شرایط امروز جنگ میان روسیه و اوکراین، به نظر شما خیلی از تحلیلگرا این باور هستند که پوتین در دامی که خودش پهن کرده حالا گرفتار شده؟ به نظر میرسه که آقای پوتین در این دام گرفتار شده. آقای پوتین در اول، ببینید، از اعتراض روسیه به این بود که اوکراین به ناتو نپیونده، البته میخواست به اتحادیه اروپا هم نپیونده، ولی ناتو خط قرمز روسیه بود تا حدودی، و این رو البته کشورهای غربی و حوزه ناتو در سال 2008 به اوکراین وعده دادن. این خطری بود برای روسیه و روسیه این رو تصمیم گرفت که اوکراین رو اشغال بکنه، کار رو یک سره بکنه، ولی دید که نتونست. در اول حدس و گمان‌ها این بود که در یک دو هفته اول ممکنه کار اوکراین رو یک طرفه بکنه، ولی نتونست. ولی بعدا آهسته آهسته می‌بینیم که جنگ به سمتی به پیش میره که روسیه دیگه وارد یک جنگ مزمن شده که نمیتونه ازش بیاد بیرون. اوکراینیا کم کم سلاح‌های تازه به دست میارن، میتونن خاک روسیه رو با اهداف در داخل خاک روسیه رو بزنن و کم کم دردسری برای عرض کنم که روسیه میشن. در این حال که البته غربی خیلی احتیاط میکنن که سلاحایی رو که به اوکراین میدن انقدر به اوکراین اجازه ندن که حمله مستقیم مثلا به مراکز داخل روسیه بکنن، برای اینکه خطر درگیر شدن روسیه در یک جنگ بزرگتر با کشور غربی و آمریکا زیاد میشه. و اگه بخوام کوتاه یک مجموعه یک نگاه داشته باشیم از مجموعه برآوردهایی که درباره آینده این جنگ مطرح شده، چی هست؟ این جنگ ها آیندهش به خیلی از فاکتورها بستگی داره. اینکه آیا در آمریکا کی بر سر قدرت خواهد آمد؟ اگر آقای ترامپ بیاد خیلی چیزا تغییر میکنه، ولی اگر آقای بایدن باشه احتمالا جنگ به سمتی به پیش بره که روسیه آقای پوتین خوارتر از این بشه، به شکلی که آقای پوتین رو زمین گیر خواهند کرد، سلاحی بیشتری در اختیار اوکراین قرار خواهند داد، در حدی که البته گفتم که به جنگ هستی بیان طرفین نینجامه، ولی درد سر بزرگی برای روسیه خواهد شد. یکی از دلایل سفر آقای پوتین به مغولستان هم همینه که اون خط لوله گاز روسیه رو باز کنه به سمت چین که از این طرف یک نفسی داشته باشه. بنابراین روسیه در تلاشه که یک شکلی اوضاع رو مدیریت کنن. وقتی نیست سفرش به آذربایجان، دیدن با دقیقاً با اون هم با رئیس عرض کنم که تلگرام شاید مسائل انتخابات آمریکا در میان باشه، اونجا دخالت های صورت بگیره. بنابراین بس خیلی فاکتورهای خیلی زیادی میتونه روی ختم جنگ در اوکراین تاثیر داشته باشه. و اگر کوتاه بگید که اگر ترامپ سر کار بیاد چی؟ چون دای بایدن رو گفته، در اون صورت چه اتفاقی؟ اگر آقای ترامپ روی کار بیاد، احتمالاً بارها گفتن که چک سفید به اوکراین نمیدن، بنابراین ممکنه که جنگ به ضرر اوکراین در اینجا تمام بشه. ولی اگر آقای بایدن بمونه، اون وقت خیلی چیزها تغییر میکنه. متشکرم. منظورم خانم هریس. متوجه. متشکرم از حضور شما و توضیحاتتون اینجا در استودیو. امین الله حبیبی، کارشناس روابط بین الملل. و ما امروز قرار است مرجان ساتراپی، نویسنده، کارگردان و فعال حقوق بشر، جایزه راه تصویر را در جشنواره فیلم ونیز دریافت کند. این جایزه که متعلق به سندیکای مستقل کارگردانان ایتالیایی است، سال گذشته به شیرین نشاط اهدا شد. در حاشیه این جشنواره یک هنرمند ایرانی هم لباسی رو برای همراهی با جنبش زن زندگی آزادی بر فرش قرمز ونیز نمایش داده. فکر میکنم ارتباط ما با همکارم کیمیا قربانی از ونیز برقرار شده. بله کیمیا، ابتدا از این جایزه و بعد حاشیه های جشنواره ونیز کمی به ما بگو. بله، تا دقایقی دیگه اینجا در همین سالن مراسم اهدای جایزه و یک مستر کلاس توسط مرجان ساتراپی برگزار میشه. این جایزه عنوانش هست جایزه راه تصویر، که به خاطر سهمی که مرجان ساتراپی در هنرهای تجسمی داره این جایزه رو دریافت میکنه. جایزه بسیار مهمی هستش که در بخش جورناتا دی آوتوری، یعنی روز مؤلفین، به مرجان ساتراپی داده میشه. و به این شکل هست که اول یک مستر کلاس برگزار میکنه و بعد خب جایزه رو دریافت میکنه. میدونیم که همین در واقع در دقایق آخر ما متوجه شدیم که بنا به یک مشکل یا یک مسئله شخصی، خود خانم ساتراپی حضور ندارن و به صورت آنلاین برگزار میکنن، ولی به هر حال این جایزه به ایشون تعلق پیدا میکنه. و نوشته شده که در واقع این جایزه گواه استعداد مرجان ساتراپی هست در ترکیب سینما با هنرهای مختلف و تأثیر به سزای اون در
ادبیات و سینمای مدرن. و خب سال گذشته هم همین در واقع جریان اتفاق افتاد، مستر کلاس برگزار شد و جایزه به شیرین نشاط تعلق پیدا کرد و او جایزه‌اش رو تقدیم کرد به دانشجویان و هنرجویان و سینماگرانی که خودشون رو نمیخوان درگیر جریان اصلی سینما بکنن و به دنبال حقیقت و بیان زبانهای تازه و نو هستن. و حالا خب امسال هم مرجان ساتراپی و خب به هر حال گفته شده که به عنوان یک هنرمندی که بسیار کارهای شاخصی انجام داده، مثلا فیلم پرسپولیس که بسیار شناخته شده هست در سطح جهان و یا فیلم رادیو اکتیف و فیلم صداها، به هر حال همه اینها بسیار آثار مهم و تخصصی در سینما هستن که حتی برای مثلا اینجور مستر کلاس ها، برای کسایی که به صورت جدی وارد فضای سینما میشن، اینها به عنوان میشه بهشون به عنوان یک درس یا مشق اساسی در سینما نگاه کرد. و خب اینکه در نهایت برای گفتن داستان های پیچیده از طریق قدرت تصاویر قدرتمند، خب این جایزه به مرجان ساتراپی میرسه. اما اضافه بکنم در رابطه با همین حاشیه‌ای که گفتی، در حاشیه فرش قرمز در واقع این خبر اتفاق افتاده که دلشاد مرسوس که در واقع طراح لباس و هنرمند هستش، این لباس رو طراحی کرد و تنه یک مدلی کرد که مدل روی فرش قرمز رفت. خب در آستانه سالگرد ژینا امینی هستیم و اینجور اتفاق‌ها خب مشخص هست که در توسط فعالین و کسایی که به هر حال دغدغه‌مند هستن اتفاق میفته و خب با اصحاب خوبی هم داشتش این حرکت. و میدونیم که مثلا پس فردا در همین فستیوال ونیز کانون فیلمسازان مستقل هست که یک برنامه‌ای داره و دعوت کردن از تمامی چهره‌های شاخص سینماگران که همراهی بکنن برای بالا آوردن صدای هنرمندان در ایران به خاطر احکام سنگینی که هنرمندان همیشه دریافت کردن، مخصوصا این اواخر. خب سال گذشته سال غم انگیزی بوده برای سینمای ایران، قتل 5 سینماگر، ممنوع‌کاری، ممنوع‌خروجی، همه اینا خب باعث شده که کانون فیلمسازان مستقل بیانیه‌ای بدن و با همکاری انجمن دموکراتیک ونیز تجمعی رو برگزار می‌کنن. بله، متاسفانه ارتباط ما با کیمیا قربانی همکارم که در جشنواره ونیز حضور داشت و با آخرین ها از در واقع امروز همراه ما بود رو از دست دادیم، باز در بخش‌های خبری حتما با کیمیا خواهیم بود. در اینجا بذارید یک بار دیگه یادآوری بکنم که راه‌های تماس با ایران اینترنشنال ایمیل ما هست به آدرس bamo@iranintel.com. همینطور شما میتونید تصاویر و پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو روی خطوط واتساپ و تلگرام با شماره‌ای که روی تصویر ملاحظه می‌فرمایید، یعنی 20044783000 برای ما بفرستید. برای دریافت آخرین خبرها هم می‌تونید به وبسایت ما و صفحات رسمی ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های اجتماعی مراجعه کنید.